سلام و وقت شما بخیر. ماه مبارک رمضان به همه شما مبارک میگم. آرزو میکنم یک رمضان پر از صفا و صمیمیت با خانوادهایتان سپری بکنین. دبستان با علی را تماشا میکنین. برنامه ما همیشه به صحت و تندرستی شما دوستا فکر میکنه. موضوعات را که در این هفته در برنامه دبستان با علی انتخاب کردیم کوتاه با هم میبینیم. چگونه یا از نوشابه های گازی استفاده کردند که به چنین سرنوشت سر دچار شدند؟ نوشابه های گازی در ترکیبشان مواد از قبیل گلوکوز بسیار مسئله بلند، همچنان مواد از قبیل کافین و همچنان بعضی مشتقات و مواد دیگری وجود دارد که بعضی از امراض است که در زمان تولد یا پیش از تولد پیدا میشه و آسته آسته زیاد شده میره. این به نام امراض تکاملی یاد میکنن. آتیزم که هست از جمله امراض تکاملی دوره طفولیت است. فیستولای ولادی عبارت است با وجود آمدن یک فوهه هسته در کانال ولادی ایجاد میشه که البته در اثر تاخیر در وقت ولادت و یایی که از باعث با وجود آمدن خود از بین رفتن و از باعث با وجود از بین رفتن خود انساج رخوی کانال ولادی. اکثریت ما و شما هستیم که از انواع نوشابه های گازدار استفاده می کنیم، اما بعضی ها هستند که در نوشیدن نوشابه ها زیاده روی می کنند. در این رابطه همکار ما دانشجو صاحب گزارش آماده ساخته با هم یک جا می بینیم. سلام بر شما ایزان برنامه دبستان و تشکر از خدیجه. هیچ وقت دل دست و زنین تا اطفالتان و خودتان به نوشابه های گازی عادت بتین. ای که نوشابه های گازی چی نقص و نواقص داره و چی نقص و نواقص به بار میاره، داخل شفاخانه میریم و نوجوانی که به بستر است با هم یک جا میبینیم که در چی حالت است. خوردن نوشابه های گازی خصوصا بالای اطفال و کلان سالا چی تاثیر داره؟ حالا با دکتر صاحب یک جای هستیم و یک مریضی که شما میبینین بر روی چپرکت است. دکتر صاحب میگن که چگونه یا از نوشابه های گازی استفاده کردن که به چنین سرنوشت سر دچار شدن؟ خب دانشجو صاحب، به جواب سوال شما باید بگیم که اصلا نوشابه های گازی در ترکیبشان مواد از قبیل گلوکوز بسیار مسئله بلند، همچنان مواد از قبیل کافین و همچنان بعضی مشتقات و مواد دیگری وجود دارد که تحقیقات طبی را تایید میکنه که این مواد نه تنها برای صحت مفید نیست، بلکه میتونه مشکلات بسیار جدی را در قسمت های مختلف بدن در قبال خود داشته باشه که از مشکلاتش میتونه به صورت حاد یا دفعتن به وجود بیاد یا اینکه تدریجی در سیستم های مختلف بدن اثرات سوی خود را به جا بگذارن. به صورت عموم اگر به صورت حاد مشکلات به وجود بیاره، نظر به اینکه اون نوشابه مثلا تاریخش ختم شده باشه یا اون مواد بسیار زیاد به اندازه باشه که نسبت به مواد مفیدش مواد مضرش بسیار زیاد بلند باشه، میتونه دفعتن بالای میده تاثیرات بسیار سو داشته باشه که دلبدی ها، استفراقات، سوی هاضمه و بعضی اوقات حتی اصالات در نزد مریض به صورت حاد یا دفعتن به وجود بیاره. اما در مشکلاتی که میتونه به شکل تدریجی به وجود بیاره، ای که بسیار ای بسیار مهم است و کلیدی است که باید هموطنان ما در قسمت توجه کنن. این مشکلات میگه که کسایی که از نوشابه گازدار به صورت دوامدار استفاده میکنن، باعث از این میشه که فشار بلند خون پیدا کنن. فشار بلند خون زمینه را برای حمله قلبی، سکته مغزی مساعد میسازه که زیاد یک نقطه کلیدی و اساسی است. انجمن قلب نیویورک آمریکا تحقیق کرده کسایی که در یک هفته اضافه تر از 3 مرتبه از نوشابه گازی استفاده میکنن برای حملات قلبی زیاد مساعد هستند. همچنان خانم ها وقتی گازی استفاده میکنن یا اطفال استفاده میکنن و مرور زمان باعث تخریب دندانهایشان میشه و همچنان یک پوکی استخوان در خانم ها اطفال و حتی کایلاچ میکنه به وجود میاره. حتی تحقیقات طبی به این نقطه توجه کرده که استفاده دوامدار از نوشابه های گازدار باعث از این میشه که سرطان به وجود بیاد، مخصوصا سرطان هایی که در قسمت پانکراس است. یک دلیلش در کشورهای اروپایی و آمریکایی وقتی که تحقیق صورت گرفته استفاده دوامدار از این نوشابه های گازدار است. همچنان استفاده دوامدار از این میتونه باعث به وجود آوردن سنگ های گرده شود که خیلی زیاد متاسفانه در افغانستان واقعات زیاد است که بنابراین با استفاده از فرصت ما از همتان های ما تقاضا میکنم باید از استفاده نوشابه هایی که میتونه مشکلات بسیار جدی در صحتشان داشته باشه اجتناب کنند و نه تنها که به اصطلاح پولشان به جای مصرف میشه به صحتشان هم مضر واقع است. عوضش بدیل های وجود داره که میشه که از او استفاده کنند، مثلا آب میوه که به شکل تازه تهیه شده باشه در خانواده ها و همچنان خود میوه و همچنان یک تحقیقی که انجام شده کسایی که از دوغ در افغانستان خوشبختانه دوغ
مراسم شما است بسیار جادم است استفاده کنن یک بدیل باشه برای این نوشابه ها. او دوغ مواد بسیار خوب مغذی داره، کلسیم داره، ویتامین دی داره و همچنان بعضی ویتامین ها و همچنان پروتئین هایی که میتونه بر رشد و تکامل بدن اطفال و همچنان خانم ها املا نقش قوی را ایفا کنن، میتونن از او چی کنن استفاده کنن. و بسیار مهم و اساسی است که اگر ای حالت دوام کنه، امی استفاده دوامدار ازی باعث ازی میشه که خدای نخواسته یک شخص حتی به مرحله برسه که امی استفاده دوامدار نوشابه گازدار حیاتش تهدید کنه. چند سال عمر داری بسیم؟ 14 سال عمر داره دکتر صاحب. و اگر شما واقعا گیده ببینین فکر میکنین که در حدود 8 سال بله یا 9 سال یا 10 سال عمر داشته باشه، دقیقا وزن خدا باخته و لاغرم شده. زیاد استفاده میکنی؟ نه یا کم کم؟ یگان وقت او را هم که بابیت یا یک کسی میدادی تا معلوم میشه که چطور از حال شما خود اینجا میبینیم که وضعیت اومیش خوب است، حتی کنترل است، فشارش پایین بود، بر مایات برشان توسعه کردیم، او را گرفتم به خاطر میدیش هم که بسیار یک درد داشت، ناراحتی داشت، دلبدی است و رفت برای از اون دوا استفاده شده. فعلا اون وضعیت اومیش خوب است، فشارشان کنشوهشان نرمال است، بیتر است از زمانی کامل بودن و مشکلات زیاد داشتن چون زیاد متکر استفراغ کرده بودن و مشکلات میده برشان پیدا شده بود، غذا هم نگرفتن، فشارشان پایین شده بود. حالا با خوشبختانه با تداوی و دوای گرفتن بهتر است. خیلی ممنون دکتر صاحب نسی، زنده باشین شما. چهار پنج شش یگانه راهی است که شما را به برنامه با ما یک جا می سازم. موبایل هایتان را بگیرین به 456 پیام بانین و دستی که زبان انتخاب کردین کلید 628 فشار بتین، پیام هایتان با ما می رسه. همکار ما نجیب الله احمدیار در تلویزیون آشنای صدای امریکا در این هفته در مورد مرض آتیزم با متخصص صحبت کرده، با هم یک جا می بینیم. درود فراوان به بینندگان گرامی. در قسمت برنامه در مورد یکی از مشکلات صحی صحبت میکنیم که به احتمال زیاد شاید هر یک شما افراد به ویژه کودکان مبتلا به او دیده باشند. اما جا داره که در مورد او بیشتر بدانیم. دکتر پرتم مناله، متخصص بیماری های عقلی و استاد دانشگاه هاوارد ایالات متحده، امروز در مورد آتیزم با شما معلومات میده. دکتر صاحب ابتدا با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر از تشریفاتتون به برنامه دکتر. تشکر از شما، تشکر از شما که سرت یک موضوع بسیار مهم شما حرف میزنین. چی است آتیزم؟ در زمره کدام امراضی دستبندی میشه؟ بعضی از امراضی است که در زمان تولد یا پیش از تولد پیدا میشه و آهسته آهسته زیاد شده میره. اینو به نام امراض تکاملی یاد میکنن. آتیزم که است از جمله امراض تکاملی دوره طفولیت است و اکثرا در زمان طفولیت پیدا میشه، اما به بسیاری در بسیاری مردم تا آخر زندگی باقی میمانه. بله دکتر صاحب، بیننده ما هم پرسش را مطرح ساخته، بیاین که از اونها بشنویم. سلام به تمام بینندگان تلویزیون طلوع و دکتر صاحب که در برنامه حضور دارند. علل به وجود آمدن آتیزم چیست و چه کسانی بیشتر به آن مبتلا میشوند؟ بفرمایید دکتر صاحب، عوامل آتیزم و افراد مروز به خطر. اول باید بگیم که آتیزم که هست یک مرضی است که میتونه بسیار خفیف باشه که هیچ اصلا حتی متخصصین تشخیصش کرده نتانه و این میتونه اقدر شدید باشه که همی تاخر عقلیش بنهایت زیاد باشه که حتی بدون کمک شخص زنده بوده نمیتونه. دیگه میتونه بسیار وسیع باشه، بسیار خفیف تا بنهایت شدید باشه. علت آتیزم بسیار مشکل است که تا الان نتونستیم پیداش کنیم که علت آتیزم چی است. تو معلوم میشه که ارثیت آتیزم رول داره. ارثیت که کدام جین یا کدام کروموزوم سبب آتیزم میشه و هم تا الان معلوم نیست. در 15% آتیزم علت جنتیک آتیزم معلوم است، اما در اکثریت کیساش علت جنتیکش معلوم نیست. تو معلوم میشه که در ارتباط بین محیط و ارثیت در پیدا شدن آتیزم رول داره. بله، هم عوامل محیطی میتونه و هم عوامل وراثتی میتونه در ایجادش دخیل باشه. باید یک چیز بگویم که از نظر وراثت وقتی یک حدود یک در هزار نفر امکان داره آتیزم داشته باشه. وقتی که یک عضو فامیل آتیزم داشته باشه، مثلا یک برادر آتیزم داشته باشه، برادر یا خواهر دیگه، چانسش با مراتب بیشتر است. ارثیت آتیزم بسیار مغلق است. بعضی مردم میتونه
مکمل معتیز به ارثیت ببره. بعض مردم میتونه یک جز از این نقص ارثی را به ارثیت ببره و دیگر آراز آلمش نشان نده. بله، باز هم از بیندای ما بشنیم دکتر صاحب چی پرسش دارن. سلام به بینندگان تلویزیون طلوع و دکتری که در برنامه حاضر است. و یک سوال داشتم دکتر صاحب که چه قسم فهمیده شوه که یک طفل مبتلا به مرض آتیزم است؟ مثل بسیاری امراض که ما برش یک تست داریم، متاسفانه برای آتیزم یک تست وجود نداره که از روی تست ما بتانیم و آتیزم تشخیص کنیم. آتیزم بنابرای لوحه سریریش یا لوحه تیبیش تشخیص میشه. به صورت عموم در ای اواخر مخصوصا در اجتماعات امراض عقلی امریکا دو قسمت عمده در نظر گرفته میشه: اطفال که آتیزم داره یا مشکل اجتماعی میداشته باشه، در تماس گرفتن به دیگه افراد اجتماع، اونس گرفتن، ساتیر کردن مشکل میداشته باشه. در قسمت دومش یک عمل متکرر غیر نرمال می داشته باشه، مثلا سر خود در زمین میزن یا مثلا چرخ میخوره به اندازه که گنگس میشن، امرای یک بازیچه ساتری میکنه و به محیط خود هیچ توجه نمیکنن. اگه خصوصیات علائم در طفل خود ببینین، مثلا طفل تان 3 یا 4 ساله باشه و گپ نمیزنه، بسیار خوب است که امرای یک دکتر داخلی اطفال و امرای یک دکتر روانی صحبت. ولی اگر یک طفل در 3 یا 4 سالگی کم گپ میزنه دکتر صاحب، یا کاملا سلیس نمی باشه گفتارش، او را هم قضاوت میتونه آدم که به درجه ضعیفتر آتیزم میداشته باشه؟ در تقسیم بندی های سابقی آتیزم که بودم لسان جز تقسیم تعریف آتیزم قرار داده بود، اما این معلوم میشه که لسان شاید جز تعریفی آتیزم نباشه. مثلا اگر طفل پسان به گپ میاد، دلیل اذیت می نیست که طفل آتیزم داره، اما اگر طفل تا 3-4 سالگی گپ نمیزنه، شاید نقص نداشته باشه که یک دکتر اطفال گپ بزنین، گرچه چانس آتیزم نسبتا پایین تر است. چرا آدم چانس اجوره بگیره؟ چون اگر زودتر ما طفل تحت تداوی قرار بگیریم، آینده طفل به مراتب خوبتر از نظر به ازی که مثلا وقت طفل 10-15 ساله میشه و تشخیص میشه. پس بیشتر مهارت های اجتماعی یا ارتباط برقرار کردن با محیط متاثر میسازه برای طفل. طفل نمیتونه امرای افرادی که در اطرافش هست اونس پیدا کنه. مثلا بغیر از مادر پدر خود امرای هیچ کس دیگه ساتیری نمیکنه. امرا هیچ کس اونس نمیگیره، همیشه مثلا پایین سعی میکنه، هیچ کس در چشم سعی نمیکنه و حرف نمیزنه. یکان اعمال میداشته مثلا سر خود میزنه یا چرخ میزنه، دوستای خودش شور میده، یک عمال میداشته باشه که به صورت متکرر واقع میشه. یکان خود دندان میکنن به اندازه که حتی خون میشن. اگه تو اعراض علائم در طفل وجود داشته باشه، لطفا طفل پیش یک دکتر اطفال و یا متخصص امراض روانی برین. بله، تشکر. باز هم پرسش بینده ما رو میگیریم دکتر سم. سلام علیکم به بینندگان عزیز تلویزیون طلوع و دکتر صاحب محترم. آیا امید مرض آتیزم با وجود که ارثی است تداوی هم دارد و یا خیر؟ متاسفانه یک بیماری است که یه دفعه پیدا شد، آهسته پیشرفت میکنه اما تداوی نداره. مهمترین چیزی است که آیا میتونیم طفل کمک کنیم که به زبان بیایه. اگر زبان بتونه که یاد بگیره، آینده از یا به مراتب خوبتر به اطفال است که وا مشکل امرای زبان می داشته باشه. در وجود از اینکه تداوی نداره، تداوی قطعی نداره، اما بعضی چیزهایی که در طفولیت ما میتونیم، بعضی تداوی های در طفولیت ما استفاده میتونیم که آینده ای اطفال به مراتب بیشتر خوب میساز نظر به اطفال که با تداوی نمیشن. شما از بعضی حرکات سلوکی غیر نرمال صحبت کردن پیشتر که کودک فکر سر خود در زمین میده، آیا این ناشی از مو خستگی و کلافگی کودک است که نمیتونه احساسات خود بیان بکنه، صحبت کردن نمیتونه، از مو ناشی میشه؟ بعضی وقتا تو فکر میشه که اطفال امرای محیط نو مشکل داره که خود توافق بتن. دیگه وقتی یاد با محیط نو، مثلا شما مثلا کاوچ چوکی مثلا مردم که داره مثلا بار بستر تغییر میتن در اتاق، حتی اینی اندازه کوچک تغییر بر از یا غیر قابل تحمل میباشه، سر خود در زمین میزن تا که پس تغییرش بده یا تا که عادت کنه با محیط نو. تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، تشکر از شفاریتان با برنامه. بینندگان گرامی، صحبت‌های دکتر پرتم منل، متخصص امراض عقلی را شنیدین که از استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در مورد آتیزم به شما معلومات میداد. سپاس از اینکه تا این دم با ما بودین.
به همکارم در کابل دوباره برمیگردیم که با سایر مطالب جالب و دیدنی در خدمتتان قرار دارن. سلام و مجدد به شما دوستایی که حامل از برنامه خودتان پیوستین. فیستولا یکی از مشکلات نسایی ولادی هست که اکثریت خانم‌ها به این مشکل سر دوچار هستند. هفته قبل روز فیستولا بود که وزارت صحت عامه افغانستان هم از این روز تجلیل کردن. ای که فیستولا چگونه یک مشکل ولادی نسایی هست، دکتر صاحب عفیزه عمرخیل ترنر متخصص ولادی نسایی بر ما بیشتر معلومات میده. بسیار زیاد خوش آمدین دکتر صاحب، وقت شما بخیر. بخیر باشین، خوش باشین. میشه دکتر صاحب ابتدای برنامه کم معلومات بدین در مورد فیستولا که چگونه یک مشکل ولادی نسایی هست؟ خب تشکر از شما و از سوال شما. در قسمت سوال شما قسمت باید عرض بکنم که در رابطه به هر مرض پیش از اینکه ایجاد میشه، وقایه بهترین یک شیوه کلیدی هست در رابطه به معیوبیت ها، مرگ و میر، مخصوصا مرگ و میر طفل مادر که از جمله میتونیم بگویم پالیسی های صحت و باروری وزارت صحت و باروری وزارت صحت عامه است تعقیب میکنیم. از جمله یادآور باید شویم که فیستولای ولادی عبارت از با وجود آمدن یک فوهه است در کانال ولادی ایجاد میشه که البته در اثر تاخیر در وقت ولادت و یا ای که از باعث با وجود آمدن خود از بین رفتن و از باعث با وجود از بین رفتن خود انساج رخوی کانال ولادی که از اثر طولانی ماندن سر طفل در بین کانال ولادی که دیرتر میمونه، از باعث فشار خود انساج رخوی در بین عظام طفل و حوصله مادر باعث به وجود آمدن فوهی فیستولا میشه. امکان داره از طریق کانال، امکان داره در مجرای کانال ولادی در قسمت مثانه که به نام فیستول ویزیکو واجینال یاد میشه و همچنان امکان داره که فیستول در قسمت از کانال ولادی هلاخ رکتوم باشه به نام فیستول رکتو واجینال یاد میشه. بله. و یا اومن تصادف میشه که هر دو یک جای همزمان به وجود آمده. با وجود از اینکه این معیوبیت هم رخ میده، طفل هم از بین میره در این اثنا که یک ناامیدی فوق‌العاده زیاد دچار مادر میشه. بله. کدام خانم ها بیشتر به این مشکل روبرو میشن؟ اکثریت خانم هایی که من مطمئن هستم که به صحت دست بر شفاخانه ها دسترسی دارن یا همراه دکتر ها سر کار دارن، اونا به این مشکل روبرو نمیشن. میشه بگوین که کدام خانم ها بیشتر به این مشکل روبرو میشن؟ یکی ولادت های قبل از وقت است. بله. که بسیار یک پوینت مهم است بر ما. قبل از سن 18 یا پایین تر از سن 18 ازدواج ها و همچنان در صورتی که باز به سن 18 هم اینا ازدواج میکنن، میشه که اینا توصیه شده که اولین حمل با تعقیب عروسی زودتر اینا باید حمل نگیرن. بلی. و یا که بگویم حمل قبل از سن 18 یعنی ازدواج های قبل از سن 18 نباشه و همچنان وضع اقتصادی فوق العاده رول داره. همچنان میشه که در صورت عوامل نارسایی به یک سنتر سیهی و همطور عدم آگاهی فوق العاده رول خود داره. بله. دکتر صاحب خانمی که باردار هست در دوران بارداری خود کدام نکات در نظر داشته باشه تا که به فیستولای ولادی مبتلا نشه؟ اول خواهی ازدواج های قبل از سن 18 یا پیش زیر سن 18 بسیار مهم است که ایره باید متوجه باشه. بلی. و یا ای که اگر ازدواج هم میکنه به تعقیب ازی باید کوشش شوه که زودتر اینا حمل نگیره و همچنان حد اقل یک خانم باید 4 بار وزیت پیش یک دکتر معالج داشته باشه و از نظر اقتصادی بسیار خوب است که متوجه باشه. در هر حالتش میتونن که اگر بازم تصادف میشه به نزدیکترین پرابلمی برشان ایجاد میشه به نزدیکترین سنتر یا قابل سایبو یا دکتر سایبو مراجعه بکنن. بله. فیستولای ولادی نسایی قابل وقایه هست قسمی که شما گفتین. میشه بگوین که آیا فیستولای ولادی هم باعث مرگ مادر میشه؟ امی که وقت مادر چون اکثر فامیلا مراجعه نمی کنن پیش دکتر یا مریض نمی برن از بوی بد و اکثرا از عدم اقتدار مواد غایطه و ادرار شاکی می باشه مریض، در یک حالت انزوا یا گوشگیری قرار می گیره. وقتی در حالت انزوا قرار گرفته طبعا سر روحی مادر تاثیر می کنه. اینمی هم یک نکته بسیار مهم است در هر حالت برای فامیل که یک ناامیدی برای خود مادر
مادر است. خوب تر است که زودتر به کلینیک و یا نزد دکتر و یا قبل مراجعه کنه تا اونا توسط ذریع یک تا اونا بتانه که به یک مرکزی که فیلند شفخاری ملالای زیجانتون فعالیت داره روان کنه. بله. میشه بگوین دکتر صاحب که تشخیص مرض فیستولا یا مشکل فیستولا ولادی نسایی چیگونه صورت میگیره؟ چیگونه تشخیص صورت میگیره؟ تشخیص بعد از اینکه مریض میایه پیش دکتر معالج به تعقیب از اینکه مشاهده تمدن از مریض گرفته میشه و بعد از اینکه معاینه میشه تشخیص صورت میگیره. بله. دکتر داخل توصیه‌تون هم می‌خوام داشته باشم که به مریضایی که به فیستولای نسایی ولادی مبتلا هستن توصیه‌تون چی هست؟ توصیه در مریضایی که به فیستولای نسایی ولادی مبتلا هستن حداقل اونا به مراقبت خود مدت 2 هفته الی 3 هفته اینا ضرورت دارن، باید در شفاخانه باشن تا به صورت درست شکلش مراقبت داشته باشه و از نظر روحی و روانی فامیل همراهشان همکار باشه و از نظر اقتصادی هم متوجه باشند به خاطر از اینکه انسار زودتر ترمیم شوه و همچنان میتونه که بعد از 3 ماه به زندگی نرمال خود اینا ادامه بتن. بله، یعنی که قسمی که شما گفتین تداویش فقط 3 ماه رو در بر میگیره؟ تداوی ممکن 2 هفته الی 3 هفته رو در بر بگیره، به تعقیب از او بعد از 3 ماه به زندگی نرمال میتونن ادامه بتن. بله، سپاس از شما دکتر صاحب، تشکر، سلامت باشین. سپاسگزار هستم از همراهی تمام شما دوستا که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگر شما هم کدام مشکل صحی دارین همین لحظه موبایلاتون رو بگیرین و 456 پیام بونین، بعد از اینکه زبان انتخاب کردین کلید 628 فشار بدین، پیامایتون با ما میرسه. برنامه هفته ما در همین جا به پایان میرسه. تا هفته بعدی برنامه بعدی تمام شما دوستان را بلای پاک و بی همتا همانت میکنیم. خدا نگهدار.